اهلیت خودتون به شروع تحصیلات حوزوی خودتان را از کجا شروع کردید و زیر نظر کدام اساتید حوزوی بودید؟ بعد هم از شما تقاضا دارم دعای بفرمایید تا این بنده حقیر بتوانم علوم اهل بیت را فرا بگیرم و ناشر علوم اهل بیت باشم و خدا مرا غلام و غلامان علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین قرار بدهم. الهم الله، خداحافظ 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 برادر بزرگوار من. من متولد کابل هستم، متولد کابل. ما شیعیان اون سرزمین خودمان را افغانی نمیگوییم. این کلمه افغانی این یک اسمی که چسبانیده شده، لذا من خودم را هیچ وقت اگر بگن افغانی من دوست ندارم من خودم را افغانی بگویم، چون این کلمه کلام بی اساسی است. اسم اون سرزمین خراسان هست و این را یک قوم و یک قبیله خاصی آمدن بقیه مردم را این اسم گذاشتن. لذا اگر من بپرسیم ما از کجا هستید، من از کابلم، از خراسانم. افغانستان را من به عنوان اسم اون سرزمین قبول ندارم. بله، پیش کی درس خواندم؟ من زیر نظر علما من درس نخواندم. من در حوزه علمیه که رفتم، من خودم الحمدلله رب العالمین خیلی مطالعه داشتم، تحقیق داشتم قبل از اینکه حوزه برم. خیلی از امور را بلد بودم که چی بخونم چی نخونم. بعدم که رفتم اونجا درس خواندم، شکر خداوند متعال. و من قاچاقی درس میخوندم، قاچاقی، چون جماعت دجالیه اونجا در حوزه علمیه قم تحصیل را برای طلبه ها ناممکن ساخته و در حد امکان خود بله سعی میکنن که طلبه ها باسواد نشوند. ما پیش نظر کی درس میخوانیم؟ پیش نظر هیچ که درس نمیخوانیم. تمام درس های ما قاچاقی بود. علم، طلب علم در حوزه علمی قوم در اون زمان ما قاچاقی بود. الان هم قاچاقیه. کسی که میخواد عالم بشود، روحانی بشود، طلب علم بکند، شهریه ندارد، اطلاعات رو اذیت میکند. بله دیگر باید دزدکی دزدکی فلان درس برد فلان درس برد. ما درسای ما بله قچاقی بود، جان من زیر نظر کسی نبود. اون زمان سابق بود، مرحوم آخوند صاحب کفایه بود که ایشان بله سعی میکرد طلبا باسواد بشه. اون زمان بود. الان